امسال نیز مانند سالهای گذشته شهرهای مختلف جهان شاهد برگزاری مراسم مشایع اربعین حسینی علیه السلام بود با این تفاوت که هر سال که پیش می رویم این مراسم با شکوه و معنوی شاهد رونق بیشتری است و بر تعداد مراسم هایی که در مناطق شهرها و کشورهای مختلف جهان برگزار می شود افزوده می شود همکارم هیدر مجید گزارش می ده. شیعیان شهر آدلاید در کشور استرالیا در اقدامی نمادین مشایع اربعین را برگزار کردند این مراسم روز شنبه 26 شهریور ساعت 10 صبح از مرکز شهر آدلاید شروع شد و با طی مسافت 2 کیلومتر در منطقه پنینگتون گاردن به پایان رسید شعبه آدلاید هویز حسین این راهپیمایی را برگزار کرد از سوی دیگر مراسم مشایع اربعین 1401 توسط برخی از مقلدین بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام از در حسینی البتول فاطمه واقع در شهر اتوای کانادا برگزار شد برام اطلاعیه که این حسینی منتشر کرد و نسخه از آن به اخبار شیعه رسیده مراسم مشه اربعین امروز شنبه 26 شهریور ساعت 8 صبح برگزار شد این مراسم از رستورانی نزدیک به حسینی البتول فاطمه شروع شد و با تعیین مودن مسافتی در حدود 3.5 کیلومتر در محل حسینی البتور فاطمه به پایان رسید. شرکت کنندگان در بعد از رسیدن به حسینی البتور مجلس مصیبتخانی و ازاداری عربعین حسینی برپا نمودند. در لبنان هم عاشقان ابو عبدالله حسین علیه السلام در مسیرهای منتهی به مرقد متحر سید خوله دختر امام حسین علیه السلام در شهر بعلبک در منطقه بقا در شمال شرق بیروت پایتخت لبنان به برگزاری مراسم مشایع اربعین پرداختند. با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی در لبنان، امسال تعداد زیادی از شیعیان لبنان توفیق سفر به شهر مقدس کربلا در ایام اربعین را پیدا نکردند. لذا مراسم مشایع لبنان امسال با شکوهتر از سالهای گذشته برگزار گردید. در همین حال دهها هزار شیعه در سوریه مراسم مشایع اربعین حسینی را به طرف حرم متحر حضرت رقیه در مرکز دمشق پایتخت سوریه و حرم متحر حضرت زینب سلام الله علیه ما در حومه دمشق برگزار کردند. در شهرهای مختلف ایران و پاکستانی عاشقان سید و سالار و شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام مراسم مشای اربعین حسینی علیه السلام را برگزار می کنند. ناگفته نماند مراسم پیاده روی اربعین 1401 توسط برخی از شیعیان ساکن در شهر اتوای کانادا نیز برگزار می شود. برخی از پیروان اهل بیت علیهم السلام در اتاوا که امکان حضور در شهر مقدس کربلا را پیدا نکردند با شرکت در مراسم مشای اربعین در شهر اتاوا با اسیران اهل بیت علیهم السلام در دشت کربلا مواسات می کنند. قرار است این پیاده روی امروز شنبه 17 سپتامبر برابر 26 شهریور بر همزمان با روز اربعین حسینی ساعت 11 صبح به وقت محلی از مقابل پارلمان اتاوا شروع شود. این پیاده روی اربعین در اتاوا از مرکز پارلمان شروع شده و با عبور از خیابانهای ولینگتون لویر بانک با بازگشت به نقطه شروع پایان خواهد یافت مسافت این مشایعی نمادین حدود دو کیلومتر خواهد بود که در پایان مسیر با سخنرانی ختم خواهد شد از سوی دیگر جمعی از شیعیان اهل بیت علی سلام در کشور نیجر نیز ضمن برپایی موکب سید الشهدا در شهر نیامی از ساعت 9 صبح امروز شنبه تا نماز مغرب به برگزاری مراسم اربعین حسینی میپردازند اما پیروان اهل بیت علیهم السلام در واشنگتن دی سی آمریکا نیز مراسم پیاده روی اربعین برگزار میکنند برگزار کنندگان این مشایع اعلام کردند پیاده روی در روز 25 سپتامبر برابر با سوم مهما از ساعت 12 ظهر شروع شده و تا 6 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت عزاداران حسینی در واشنگتن دی فاصله بین منطقه دو پونت به طرف پارک لافانترا را پیاده می روند. شیعیان در شهر سنت مریز در ایالت آلاسکا در آمریکا نیز قصد دارند در روز اربعین مراسم پیاده روی برگزار کنند در بیانیه‌ای برگزار کنندگان این مراسم که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده است این مراسم پیاده روی روز شنبه 20 سفر و رحزان. با حضور انبوه شیعیان بعد از نماز مغرب از مقابل مسجد امام رضا علیه السلام برگزار خواهد شد <متصفح> اما عاشقان امام حسین علیه السلام در مسجد دار زهرا علیه السلام در شهر پارتون در جنوب کشور تایلند نیز مانند دیگر شیعیان جهان مراسم نمادین مشای اربعین را برگزار نمودند حجت الاسلام شیخ انصار لمپان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اخبار شیعه در این باره گفت امسال برای سومین سال متوالی مراسم نمادین پیاده روی اربعین در شهر پاتالونگ تایلند برگزار شد وی افزود عزاداران حسینی مراسم پیاده روی را ساعت 9 صبح به وقت محلی از مسجد از زهرا علیه السلام شروع کرده و با طی مسافت یک کیلومتر در خیابان گانرا این مراسم را به پایان رساندند لازم به ذکر است مسجد دار الزهرا سلام الله علیها با نصب های مختلفی در خیابان گان را آب، چای و غذا نیز بین عزاداران توزیع کردند. آنها همچنین زیارت اربعین را قرائت کرده و تاریخ واقعی آشورا و اربعین حسینی را برای شرکت کنندگان در مشایع بیان نمودند.